امروز میخواییم با همدیگه ثبت دفاتر تجاری انجام بدیم. با من همراه باشید. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من شاهین محمدی هم و امروز میخوام با هم دیگه دفاتر تجاری رو انجام بدیم. همونطور که تو ویدئوهای قبلی بهتون گفته بودم، ثبت دفاتر تجاری یکی از لازمه های کارت بازرگانی هستش و شما بعد از اینکه پلمپ دفاتر انجام میدید حتما باید ثبت دفاتر تجاری هم انجام بدید تا اینکه توی مراحل بعد ثبت کارت بازرگانی که میخوایم با هم دیگه انجام بدیم به گیر و گوری نخورید. قبل از هر چیز میخوام ازتون خواهش کنم اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، برای دوستاتون بفرستید، اگه سوالی داشتید توی کامنت ها از من بپرسید، کمتر از 24 ساعت جواب میدم، و اینکه سابسکرایب کنید تا من دلگرم بشم برای ادامه ویدیوها. بریم با هم دیگه رو اسکرین ثبت دفاتر تجاری رو یاد بگیریم. وارد سایت irshirkat.ssaa.ir میشیم، قسمت اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی. گزینه اول پذیرش اظهارنامه، شماره پیگیری درخواست پلمپ رو میخواد. توجه داشته باشید که حتما باید تایید شده باشه درخواست پلمپتون. شماره پیگیریش رو میزنید اینجا. خب بعد از اینکه وارد کردید مشخصاتتون رو میاره، نیازی نیست چیزی پر بکنید، فقط یه نگاهی بکنید که توش اشتباهی نداشته باشه. بعد از چک کردنش دوباره کد امنیتی رو میزنید. خب تو مرحله بعد که وارد میشید بازم همونطور که میبینید اطلاعاتتون اینجا وارد شده، نیازی نیست چیزی وارد بکنید. دوباره گام بعدی رو میزنید، اطلاعات مدیر عامل رو میخواد، دوباره وارد شده است کاملا راحت و آسوده. اطلاعات دفترتون اگر عوض شده اینجا حتما باید تغییرش بدید، کد پستی جدید رو بزنید و تغییر بدید. حالا ما اینجا تغییری نکرده. تو مدیر عامل هم که وارد شده بود، گروه فعالیتتون رو وارد میکنید. حالا ما میزنیم مثلا بازرگانی، حالا یکی از اینا رو انتخاب میکنید، هر کدوم که رشته فعالیتتون بود. گام بعدی رو میزنید، رشته تجارتتون رو میخواد که تجارت داخلی انجام میدید یا خارجی. حالا ما میزنیم داخلی و خارجی هر دو، و مثلا میزنیم واردات تجهیزات پزشکی. همینو برای خارجی هم میزنیم. حالا شما هر چیزی که هیته فعالیتتون بود اینجا میتونید کامل بنویسید. بعد از اینکه همه مراحل تکمیل کردید تیک تایید رو میزنید و پذیرش نهایی رو میزنید و به شما یه رسید میده، و بعدش بعد از چند روز میتونید به قسمت پیگیری درخواست ها برید و قسمت اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی اونجا کد راهگیری که اونجا توی رسید بهتون داده بود و بزنید. به این شکل بازیابی درخواست رو میزنید، یه همچین صفحه براتون میاره، میگه که پیشنویستون رو وقتی خونده باشید، اینجا دوباره رسید پذیرش رو میتونید بگیرید اگر اونجا نگرفته بودید. پیشنویستون رو نگاه میکنید، اگر اوکی بود این تیک رو میزنید و یه پرداخت 50,000 تومانی داره. همونطور که میبینید 50,000 تومان پرداخت میکنید و بعدش میرید به اداره ثبت شرکت ها برای گرفتن برگه‌ای که مهر برجسته داره و تکمیل کارتون. بعد از این میتونید به سایت کارت بازرگانی مراجعه کنید و درخواست کارت بازرگانیتون رو، حالا چه صدور چه تمدید، جاری بکنید و بقیه کارها. همونطور که دیدین خیلی راحت بود، اکثر مواردش از قبل پر شده بود و اطلاعاتی که از قبل شما وارد سامانه کرده بودید و نیازی نداشت که زیاد کار خاصی بکنید. یه نکته خیلی کوچیک میخوام بگم برای اونایی که میخوان تمدید کارت بازرگانی انجام بدن. اونا توی قسمت اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی باید از گزینه دوم استفاده بکنن، یعنی پذیرش اظهارنامه تمدید، و اینجا یه شماره ازشون میخواد. من خودم این اشتباهو کردم. شماره ثبت تجارتی معمولا میان از روی اظهارنامه ثبت تجارتی پارسالشون شماره پیگیری رو وارد میکنن، یه شماره 15 رقمیه، در صورتی که اینجا شناسه ملیشون رو باید بزنن به عنوان شماره ثبت تجارتی، یعنی شناسه ملیشون رو اینجا باید وارد کنن، اینجا هم که شماره پیگیری درخواست پلمپ جدیدشون رو وارد بکنن. پس برای تمدید یادتون باشه این شماره شناسه ملی هستش،
اینم برای دوستانی که میخوان تمدید انجام بدن. امیدوارم که استفاده کنید. تمام. خب اینم از ثبت دفاتر تجاری. کم کم داره پلیلیستمون کامل و کامل تر میشه. کارت بازرگانی تقریبا میشه گفت مراحلش شروع شده. شما پلمپ دفاتر و ثبت دفاتر تجاریتون و گواهی عدم سوء پیشینتون رو قبل از اینکه وارد مراحل کارت بازرگانی بشید حتما باید بگیرید. ویدئوی پیش نیازها رو براتون میذارم اینجا، یه بار دیگه ببینید و همه پیش نیازها رو تهیه کنید، بعد با هم دیگه وارد مراحل کارت بازرگانی بشیم. آخر ویدیو بازم میخوام ازتون خواهش کنم اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، برای دوستاتون بفرستید، کامنت بذارید اگه سوالی داشتید و سابسکرایب هم یادتون نره که باعث دلگرمی منه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.